خب بنات بخوره تو سری پروفسور، تو نم مرجدت چه هیکلی هم زده. ببینم از کدوم قصدابی گوش میخری؟ ناکردار مثل خالی چرمونی میمونه. الهی قربونی هیکلت بشم. خودمونیم ها، قالپاقات هم یکی دو نمره ورقلمبیده شده است. نکنه زیاد ماساژش میدن ها؟ بازم شروع کردی پروفسور؟ هنوز دهن نشده بود چه شروع کو آش رشته میگه یادت رفته. اون بالا نگاه کن ببین، انستیتیو جاهلی. انستیتیو؟ آره سابقه بر این بهش میگفتن مکتب خونه، زور خونه. حالا علامت شده ایم و اسمشو گذاشتیم انستیتیو. داره ببینم پروفسور بزنم تعلیم میدی؟ زنی باشه استعدادشو بسنجم ببینم چطوره. من خودمو میگم. آره تو رو که نشام میذارم ببینم استعدادت. نه خوبش ماشالله هزار ماشالله. رو به راه رو به راه. یا آره جون خودم ببینم سکینه جون بل. میشه به یادی قدیمه یه روز بریم کناری رودخونه و بشینیم یه عشقی بکنیم؟ بله در ذهن میخوام تازگی ها ببینم استعدادت چطور شده. که چی بشه آقا؟ هیچی، چه شاید خدا زد پسی گردنم و خر شدم و تو رو گرفتمه. ببینم مگه هنوز زن نگرفت؟ نه بابا، میگه میشه با این درومده ها با این مخارجا زن گرفت. گوجه فرنگی شده است کلو چهر ریال، اونم تازه یک جیر بیاد. از امروز صبح تا فردا صبح منتظری تاکسی میشی؟ تاکسی که پیدا شد پول نداری سوار بشی. تازه باید راه رو گز کنی یا پیاده بری. خیلی خوب اینقدر پرحرفی نکن، یه روز تعطیلمو با هم میریم آسیا. قربونت با اون حواست که هنوز آسیا بیاده برسی. خب چرا وایستده یا بریم تو؟ میخوام همین حالا استعداد دا محک بزنم. نه والا نمیتونم جونه تو، کار دارم، باید برم واسه شیرین شوهر پیدا کنم. شوهر بجوری؟ بله. تو از کی تا حالا دلالی محبت شده؟ از اون گذشته. شیرینی که کیه؟ بابا دختر حیدرخان دیگه. ها میگه بزرگ شده؟ بله نمیدونی چه کلی به هم زده، مثل صرف شده. خب چه جور شویری میخوای براش بجوری؟ قد بلند. قد بلند. ترکی. ترکی. خوشکی. ایده و امیر ارسلام. سکی نه؟ بله بدن آمور دیده. تو چه داری؟ آدرسی منو میده؟ این نشونی ها فقط تو هیکلی منه. زود باش چرا معطلی؟ دستی منو بذار تو دسته. خاک بر سرت کنن که هنوزم چشم و دلت میدوه. اصلا حیفت نمیاد منو ول کنی اونو بگیری؟ شوخی کردم ضعیفه. من یک موی گندیده ای اونو با صد تای تو عوض نمی کنم. چی گفتم؟ منظورم این است که یه موی تو رو با صد تا گندیده ای عوض نمی کنم. خلاصه لای قربونی قد و بالا بشم. حیف که ازت خوشم میاد. منم فدات بشم. پس ببین بیا اینا رو بگیر ببر تو تا من برگردم. شاید بتونم کار این دختره رو یه سر و سامونی بدم. زود برمیگردم. بی خود اینقدر بیل و قار را انداخته یا من حاضرم این فداکاری رو بکنم. ای ببین چی طوری استعدادش تکو میده دا میره دا. دلم از خیلی روزا با کسی نیست. مامی کاری و مامی مگه نمیشتفی مامی دارم صدات میزنم. خلط میکنی میخوام 70 سال سیاه صدام نکنی. هستن این تن لکن به برد بگم به من نگو مامی. خیلی خوب حالا مگه چی شده؟ میگه چی شده پدر سخته این صحبایی از جون من چی میخوای؟ چرا دست از سرم بر نمیذاری؟ حالا مگه چی شده؟ من که چیز بدی نگفتم. دیگه چی میخواستی بگی؟ آخه این چه اسمیه که رو من گذاشتی؟ بچه های مردم رو ننشون اسم گذاشتن، تو سکتون آوازو من اسم گذاشتی. مگه مامی چشه مامی؟ نگو پدر سخته نگو. خیلی خوب داد نزن همسایه ها جمع میشن. شما بگو ببینم چی صدات بزنم مامی. به من بگو ننه. مگه بچه های گلین خانم آدم نیستن؟ هر کدومشون از یه لنگه دارن. اما هنوزم که هنوزه به مادرشون میگن ننه. همش تقدیر اون خدا بیامرزه که تو توپارو رو دستم گذاشت. اگه از همون روز اول به حرف خاندهش گوش کرده بود و اسم تو گذاشته بود خیلی حالا واسه خودت کسی بودی؟ نه منو مامی صدا میزدی، نه این جوجه فکولیا بهت میگفتن فیفی. چرا پرفت حالا میگی؟ کی به من میگه فیفی؟
مگه به پسر اون غلام حسین زغال فروش نمیگن ممل؟ اون که اسمش محمده. خب لابد خودش دلش میکنه. اقاطه خودش میکنه. اگه یه روزی به تو بگم بیبی من جغاجی به سرم بریدم. خیلی خوب خیلی خوب بابا خیلی خوب. احسان من قریبم در نگار. از این به بعد هرچی دلت بخواد صدا بزنم. سبب بگو ننه. خیلی خوب ننه. چرا یواش میگی ننه؟ یالا بلند بگو ننه. یاد بزن. آره داد بزن داد بزن داد بزن داد ننه. ننه 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 ننه. خدا بیامر زدی تو کجا با این هستی کجا؟ ای گفتی میخوام بچم دکتر بشه، تصدیقه یک دکتری بگیره. بفرما عوض دکتر با تکیفی شده. ولش کن بذار کارشو بکنم. ای بازم میگه ولش کن، آخه تا کی؟ پسره داره از دست میره. گفتم ولش کن بذار کارشو بکنم. چه بابات میگه ولش کن؟ بابای من کی حرف زد؟ به گوشای کره تو مگه میشنفن بدبخت فکلی؟ به پسرم بعد و بیرا نگو زن. میگم پدرشم در میره. لا لا هل الله، مگه مخت عب کرده زن؟ آخه تو که نمیدونی مرد. گوش کن ننه، من تا 3-4 سال دیگه دکتر میشم. از نظر خرجیم که تالا لنگت نذاشتم، هم درسم و خوندم هم کار کردم. تو آخه مطربیم شد کار؟ اگه اون خدا بیامرد زنده بود سرتو میذاشت در باغچه و گوش تا گوش میبرید. آبیچه عافیت باشه. دیگه دارم کلافه میشم. ببینن گذشت اون دور زمونه ای که بابام قد داره میکشید و تموم محل قروق میکرد. حالا اگه من کار نکنم نمیتونم درسمو بکنم. تو هم اینقدر سرکوفته بابامو بهم نزن. بیا این کارتو بگیر اگه من معلومات بهش بده. تو چی نوشتی؟ آدرس جاییه که برنامه داریم. سایرا ندنه. حالا میتونم برم. چه بری که برنگردی. الهی همینجور که آبروی منو بردی و مطرب شدی، خدا رو قسمش میدم به تیر قیف گرفتارت. کار یادت نره مامی. مامی اگه دستم به این طرف چه خبری خانم؟ فریدون خانم نرفت خونه؟ من سر صداشو نمیشنیدم. چیکارش کردی فریدون خانم؟ ما که عادیتش کردیم. بابا اون عادتشه. ما رفتیم. خدا حافظ. ای خدا مردم از دست میزنم. خودشه. اگه جور بشه خیلی خوب میشه. خدایا این لنگو از من بگیر. بگیرش تا راحت بشم. من پسری که به نرش بگه مامی نمیخوام. بابا چی شده؟ عقدت خانم. بازم که آه و نالت به حواس زشته بابا. دست رو دلم نذار که دلم خونه. آخه چته؟ چرا بی خودی اینقدر خودتو ناراحت میکنی؟ تو که الحمدلله چیزی تو زندگیت کم و کس نداری عقدت خانم. چطور ندارم؟ زمون اون مرحوم بار بار میوه و گونی گونی برنج می آوردن در این خونه. حالا زمون این پسره بادمجون شده دونه 7000. قم پیدا نمیشه. اگه بخوام برم زیارت باز یه صف تو صف اتوبوس وایسم. اصلا بگو ببینم پولی که از مطربی و آواز خوندن در بیاد میشه بهش گفت پول برکت داره؟ والا چی بگم؟ خب پول پوله دیگه. عقد از خانم فهم چه حرفیه؟ پولی که از رشه تن اینو اون به دست میاد با پول مطربی یکیه. کیسه چیگر زده گیساشو این زنهای گیس بریده درست کرده. شاید حق با شما باشه. قدیمی ها راست میگفتم بالا یه دختر کور بهتر از 100 تا پسره. آره هزار ماشاءالله به دختر حیدر خان. نمیدونی چی از کار در اومده. این یک گل طیب و طاهره. فکر و ذکرش نماز و روزه است. روزی یک کتاب دعا تموم میکنه. از دیروز تا حالا که کتابش تموم شده این یه مار زخمی به خودش میپیچه. اینقدر میچوره عیز و لابه کرده تا امروز اومدم یک کتاب دیگه واسش بخرم. باریکلا از تخم ترکه حیدر خان یه همچی دختری بعیده. راست عقدت خانم چرا واسه پسرت زن نمیگیری؟ شب وقتی زن گرفت افتاد تو خط راحت شدی. چرا؟ مگه جوانای این دور زمونه زن بگیرن؟ دخترای امروزی اینقدر غیر و اطفار دارن که کسی رغبت نمیکنه زن بگیره. نه عقدت خانم اینجور هم که شما میگین نیست. زن خوب این انار سربسته است که دهن هر مردی رو آب میندازه. وقتی فروپاشو تو چادر قایم کنه ها پسره هر چقدر چشم و دلش سیر باشه وزن غلغلکش میاداره. خب از کجای همچی دختری پیدا کنم؟ تا منو داری قصه نخور. خودم سراغ دارم. اون کی ها؟ شیری؟ دختر حیدرخا؟ نفهمیدم دختر عربا. آری؟ عقدت خانم این خلوی پوست کنده میمونه. یه چیزی میگم یه چیزی میشنفی. ابرو نگو کمون بگو. چیش؟ این نرگس سینهاش صفت مثل انار. دهنشو که دیگه نگو بوی گلاب میده. تن و بدن اینی برگ گل میمونه. یه خاله درشتم درست وسط کمرشی میگن علامت بخته. حتما روزیش زیاده. آره خلاصه یه